برای نواخت اثر یک هنرمند باید به تفکر، سرچشمه های ذهنی و دغدغه های ایشون نزدیک شد. با توجه به آگاهی شما از چالش های ذهنی و تفکر استاد مشکاتیان، این مبحث رو چگونه بررسی می فرمایید؟ برای نواختن آثار یک هنرمند، من معتقد هستم که ابتدا ما باید با ویژگی های ساختاری یا درونمایه ساختاری و محتوایی و ادبیات اجرایی آثار اون هنرمند آشنا بشیم، اون رو تلمس بکنیم و بر اثر تمرین و تکرار و آشنایی بیشتر به یک حدی برسیم که حالا بتونیم در باز اجرا، حالا یا قطعه رو به همون صورتی که هست و ارائه شده ما این رو اجرا بکنیم، یا اینکه اگر قرار هست تغییراتی بر اساس حال لحظه یا یک سری خلاقیت‌های ساختاری و نوشتاری و غیره انجام بدیم، حداقل بر راستای محتوای ساختاری و درون‌مایه ساختاری اون اثر باشه، نه اینکه ما حالا اون اثر رو بخوایم عیناً اجرا بکنیم و ادعا بکنیم که خب داریم اینو اجرا می‌کنیم، بعد بیایم تمام اصول ساختاری و محتوایی اون رو از بین ببریم و بعد ادعا کنیم فرض مثلا این فلان قطعه فرض فلان هنرمند هستش. حالا یک وقتی هستش که یک تم یا یک نغمه و ملودی به قدری گیرا و گویا هستش که هنرمندی بر اساس اون تم میره و مجموعی از واریاسیون ها رو میسازه، سعی میکنه اون تم رو متحولش بکنه، تغییرات بنیادین درش بده و در این تحولات انقدر این تم تغییر میکنه که میتونه خلاقیت اون آهنگساز رو نشون بده. ولی این به منزله این نیست که ما در باز اجرای آثار یک هنرمند بخوایم اون رو به یک حالتی قول معروف غیر شبیه به واقعیت بخوایم ارائه بدیم و انقدر در اون تغییرات اجرا انجام بدیم و در اجرامون انقدر تغییرات باشه که اصلا از اصل داستان و محتوا دور بشیم. اون هم به خصوص آثاری که مردم باهاش خاطره دارن و باهاش دارن زندگی میکنن به صورت روزمره و اون رو جزو نغمات و آثار ملی خودشون میدونن. و بعضی وقتا حالا ممکنه در یک سری برنامه‌های طنز یا فکاهی فرض شوخی با بزرگان و اینها برخی افراد مثلا میان یه اثر خیلی جدی رو میان به طنز میگیرن یا با یه حالت طنز آلود یا طنزگونه ای اجراش میکنن، اون داستانش فرق میکنه. ولی اینکه یک نفری به عنوان یک اجرای جدی بیاد و هیچ کدوم از مسائل اصلی و بنیادین ساختاری یک اثری رو نگیره و نشناسه و درک نکنه و اون رو به یک شکل بسیار ابتدایی با قول معروف میخواد ارائه بده، خب این به هر حال خیلی جالب نیستش و قطعا در مخاطبینش هم جا نمیفته. حالا اینکه بعضیا میان به سرعت متوسل میشن، قطعات رو فکر میکنن اگر خیلی تند بنوازن مثلا خیلی جالب و جذابه، واقعا بعضی از این اجراها گوشخراشه، حتی بیشتر از چند ثانیه نمیشه تحمل کرد اینها رو. و حالا من نمیدونم اجرا کنندگان این گونه اجراها و آثار چه تصوری دارن از زیبایی موسیقی، یا اصلا موسیقی رو وسیله چه میدونن، میخوان دیده بشن، میخوان خودشون رو مطرح بکنن، چیه دقیقاً، چی هستش، یا چرا فقط مثلا بند کردن یا چسبیدن به یک هنرمند خاص. این همه هنرمند موزیسین ایرانی غیر ایرانی هست، خب برید اونها رو بزنید، چرا چسبیدید رو همونهایی که مردم برگزیدن و آثارشون رو دوست دارن؟ پس این نشون میده که اینها دنبال دیده شدن هستن، به هر قیمتی دوست دارن یک طوری کاری بکنن که مثلا 4 نفر بیشتر ببینن، در حالی که اصل ماجرا فقط دیده شدن نیستش. چگونه دیده شدن هم به نظر من مهم هست. اینکه ما کاری بکنیم که فرض از یک هنرمندی طوری الهام بگیریم، اثری رو ارائه بدیم که تحسین همگان رو بر بیانگیزیم، مثل پرویز مشکاتیانی که برخی از این دوستان الان خیلی دیگه هر صبح و شبشون شده آثار ایشون. خب پرویز مشکاتیان هم آثار بسیاری از بزرگان رو گرفت، ولی چه ارائه داد؟ دخترک جولیده رو شما ببینید چگونه پرویز مشکاتیان ارائه داد، زنگ شتر سبا رو ببینید چگونه ارائه داد، جنگ و صلح استاد علی اکبر خان شهنازی رو ببینید چگونه ارائه داد. بنابراین نحوه ارائه آثار هم به نظر من بسیار مهم هستش و اینکه ما بتونیم اون درک و شعور موسیقاییمون رو در این ماجراها به نمایش بگذاریم. بنابراین واقعا نیاز هستش که ما
اگر قراره در یک شیوه خاصی که تکلیفش با شنوندش مشخصه و شنوندگانش یک پیش زمینه ذهنی و صوتی و تصویری دارن بخوایم اون اثر رو باز اجرا بکنیم و اینها، باید خیلی از پارامترها و مسائل رو در اون رعایت بکنیم که از اصل ماجرا دور نشیم. اون هم بسیاری از این نغمات تغزلی که ذره اگه بخوایم به اونها دستکاری بکنیم اصلا کل ماجرا به هم میریزه، کل اون خلاقیت به هم میریزه. بعضی وقتا با تند کردن بیش از حد، بعضی وقتا با اضافه کردن اصوات ناهمگون، بعضی وقتا حالا بعضی از کسانی که فکر میکنن حالا در یه ملودی دستگاهی حالا به زور بخوان یه آکوردی بذارن، کنتپوانی بذارن، اینها به هر حال امثال من اصلا با آکورد، کنتپوان، نمیدونم هارمونی، بسیاری از مباحث علوم هماهنگی موسیقی مشکلی نداریم، ولی چگونه استفاده کردن اینها خیلی مهمه. این نیست که هر آکوردی رو هر جای شما بذارید، هر دوتا تمی رو به زور به هم تلفیق بکنید، فکر میکنید این زیباست. نه، نیست. یک اصولی داره موسیقی. بعد این مسائل زیبایی شناسانه رو که برخی از این علامه ها میان تو صفحاتشون ارائه میدن و این همه هی میگن این اصول زیبایی، اون اصول فلان، اینجا فلان قوانین اینو گفته اونو گفته، چرا این در آثار خودشون نمودار نیستش؟ بنابراین اگر ما یک حرفی رو میزنیم، ابتدا در اجراها و افکار و آثار خودمون بیایم اینها رو عمل بکنیم، نشون بدیم، بعد حالا بیایم ادعا بکنیم زیبایی شناسی چی هست، پارامترهای هنری چی هست و اینها رو تعریف کنیم برای دوستان. من مثالی از خودم میزنم. من تخصص اصلیم شاید به ضرب و زور سنتور نوازی باشه و موسیقی ایرانی و ردیف و دستگاهی و اینها، ولی حالا تجربیاتی در حد اندک و مختصر مفید برای به قول معروف کنجکاوی خودم شاید داشته باشم. حالا زحمات زندیات داروش سالاری بوده، تشویق‌های ایشون بوده و علاقه‌ای که اصلا ایشون به کارهای پژوهشی داشت و اینکه فرض ایشون بدون هیچ چش داشتی سازهایی رو برای من زحمت کشیدن در قالب سنتورهای کروماتیک با شکل‌های مختلف و ابعاد مختلف ساختن، با این انگیزه که خب یه سری تجربیاتی رو اینها صورت بگیره و ببینیم مثلا از قابلیت این سازها چه استفاده میشه کرد. خب برای یک آدم ناآگاهی مثل من که خیلی شاید موسیقی کلاسیک رو نشناسم، خیلی نتونم آثارش رو تجزیه و تحلیل بکنم، خیلی نتونم مثلا تو اون زمینه غیر تخصصی حرف بزنم و اینها، خب حالا من در یک عملی قرار گرفتم، فرض میخوام یه آدمی مثل کلود دبوسی رو تجربه کنم، فرض میخوام برامس رو تجربه کنم، چایکوفسکی رو تجربه بکنم، آیا میشه بدون شناخت رفت به آثار اینها پرداخت و اینها رو اجرا کرد؟ اینی که فقط ما بعضی وقتا میبینیم بعضی از نوازندگان ما میان برخی آثار کلاسیک رو اجرا میکنن در حد یک فانتزی سطح پایین و معمولی، فقط یک ملودی رو میذارم. فقط اون قطعات ملودی نیستش، این قطعات بافت داره، ساختار داره، محتوا داره. شما باید به اون ادیت و درون مایه اجرایش اول برسید، برید اجراهای متعددش رو بشنوید، برید آنسامبل های مختلفی که در طول تاریخ برای اونها کار شده رو ببینید، برید باز اجراهایی که با سازهای دیگر شده ببینید، بعد متوجه میشید اگر قراره حالا یه ساز جدیدی به این مجموعه اضافه بشه، حالا این چگونه اضافه بشه که فاتحه اون اثر خونده نشه. برای مثال میبینیم برخی از آثار، فرض مثلا اثری مثل مهتاب دبوسی، خب بسیاری از سازها اینو نواختن، فرض مثلا اصل داستان برای پیانو ساخته و طراحی شده که خب تکلیفش روشنه. تو همین اجرای پیانو ما در هنرمندان مختلف میبینیم که چقدر این اجراها متنوع و خاص هستن، زیبا هستن، مترها متفاوت میشه، احساسها متفاوت میشه، داینامیکها متفاوت میشه، بیانها متفاوت میشه. بنابراین این ویژگی ورز یک اثر خاص آهنگساز هستش که اون هنرمند به اون درجه از درک و شعور رسیده که حالا این بیان خاص رو داره در اون اجرا میکنه، ولی لطمه و خدشهی به اصل داستان وارد نمیشه که بگیم این قطعه رو داره نابود میکنه، از بین میبره. حالا همینو شما میبینید در باز اجرا یه نوازندهی میاد این رو برای هارپ تنظیم میکنه و اجرا میکنه. خب قطعا به واسطه تغییرات فیزیکی که پیدا میشه و حالا بعضی وقتا محدودیت هایی هست، بعضی وقتا قابلیت هایی هستش و اینها، اون نوازنده میاد یک تغییرات اندکی رو طوری میده در اجراش که
از اصل ماجرا دور نشه و باز در وهله اول شناخت از اون اصل داستان و اصل ماجرا لازمه، که من حالا دبوسی رو مثال زدم، همین اثر رو شما میبینید برای یه گیتار تنظیم کردن، برای دو گیتار تنظیم کردن، برای کوارتت زهی تنظیم شده، کوینتت زهی، ارکستر زهی، و همین اثر با تنظیم های متعدد میبینیم که باز برای ارکستر هم تنظیم شده، حالا از تنظیم راول گرفته تا تنظیم های آهنگسازان جوان معاصرتر که بعداً باز تنظیم و باز اجراهای روی همین اثری که مثال زدم داشتن. بنابراین اگر قرار ما باز تنظیم، باز اجرا و کارهای نوعی روی ملودی هایی و قطعات مشخصی انجام بدیم، به نظر من لازمه که ما این داستان رو به خوبی خوب بشناسیم، بریم تحلیل کنیم، آنالیز کنیم. حالا خود من میگم چون یه آدمی بودم که خیلی شاید تخصصم نبوده موسیقی کلاسیک، ولی قرار بوده در یک تجربه گذرا و مقطعی این ماجرا رو تجربه کنم، خب لازمش این بوده که فرض برای یه اثری مثل همین مهتاب که مثال میزنم، یکی دو ماه سه ماه من برم تو اجراهای مختلف تلمس بکنم، اجراهای هنرمندان ویرتوز متفاوت رو بشنوم، اجراهای سازهای مختلف رو بشنوم، آنسامبل‌های مختلفی که این کار رو تنظیم شده براشون، اینها رو بشنوم تا بعد بتونم به یک درک و دریافتی برسم که تا حد ممکن خودم رو به اصل ماجرا نزدیک کنم. حالا این حتی میتونه در تغییر سبک‌ها و شیوه ها هم باشه. ما هنرمندان بسیاری داریم که فرض مثلا با الهام از آثار دوره باروک، با الهام اصلا مثلا از آثار هندل، باخ و خیلی های دیگه اومده این موسیقی رو طراحی کرده فرض به شیوه و سبک جاز. خب نمیشه اون هنرمند بگیم که آقا این باروک رو نشناخته، همینجور هر دنبیل آمده و یه ملودی یا تمی رو گرفته و حالا به جاز تبدیلش کرده. خود موسیقی جاز و ادبیاتش نیاز به ممارست بسیار بسیار زیاد داره. اینی که یک نفر در یه حدی برسه که بتونه ملودیست درجه یکی در جاز بشه، بعد اون نوازنده کنتباس، پیانیست، نمیدونم ساکسیفون نواز یا هر سازی که در این سبک از موسیقی داره فعالیت میکنه، اینها سالهای سال دارن تلمس میکنن و ممارست میکنن که بدون اون ساکسیفون نواز الان داره انگشتشو بر میداره به سمت بالا میره یا پایین میره، بدون چه آکوردی رو بعد استفاده بکنه. و میبینید اینها ساعتها میشینن و هم موسیقی میزنن، یه آکورد غلط در اون پیانیست نمیبینید شما، یه باس غلط در اون کنتباس نواز نمیبینید. بنابراین ادبیات موسیقی جاز مشخصه. حالا یک جازیست میخواد بره یک اثر دوره باروک رو بیاره، الهام بگیره و اون رو به موسیقی جاز تبدیل کنه، خب قطعا باید بره موسیقی باروک رو بشناسه و اون رو تلمس کنه و مطالعات درست روش داشته باشه. همینجور بنابراین باری به هر جهت و هر دنبیل نمیشه ما یک اثری رو بگیریم بگیم خب حالا این ملودی رو شنیدم خوشم اومد، خب حالا بیام به هر چی، مگر اینکه شما بخواید واریاسیونی انجام بدید یا یک کار خلاقه نوینی روش انجام بدید. من مثال میزنم، حالا غیر از واریاسیون، آقای مونس شریفوف نوازنده بسیار خوب کمانچه آذربایجانی، خب ایشون اومدن قطعه خزان یا یک سری قطعات دیگر رو با کمانچهشون اجرا کردن و سازهای کوبه‌ای، خب می‌بینیم چقدر این کار خلاقانه و زیبا اجرا شده، چقدر به اون ساختارهای اثر توجه شده. و اینکه شما با یک ساز تنها، حالا یا با حالا ضبط‌های افکتیو و کارهای استودیو اینها، دو سه تا مثلا صدا مثلا زیرش ضبط شده اینها، البته من خودم سولوی تنهایی که جناب مونس شریفوف زدن رو دیدم که به تنهایی هم این قطعه رو زدن و چقدر توانا هستن و چه درک بالایی از این موسیقی داشتن و چقدر تلمس کردن. حتی یه مدتی من یادمه که ایشون توی فکر کنم سال 72 بود که در گروه عارف هم حضور داشتن و اومدن اونجا نشستن ساز زدن. بنابراین این شناخت لازمه که ما اگر فرض یک قطعه مثل خزان رو می‌خوایم انتخاب بکنیم، حداقل شناخت رو روی ویژگی‌های ساختاریش داشته باشیم که بعد بتونیم یه سری تغییرات روش اعمال کنیم یا بر اساس حال و هوای اون باز اجرای جدید و مثلا متغیر و متحول داشته باشیم. بنابراین اینی که حالا بعضی از دوستان میان به هر قیمت و به هر شکلی میخوان یه سری تغییرات رو بدن که فقط بگن ما هستیم، ما میخوایم دیده بشیم، ما میخوایم ابراز وجود بکنیم، نه، به نظر من مسیر غلطی رو دارم میدن. میتونم برای خیلی کارهای موسیقی های پاپ قدیمی تر هستش که هنوزم برای مردم خاطره انگیز هستش، اونها رو بهش بپردازن، بر اساس اونها رو برن تند کنن، سریع کنن و اینها. آثاری که به هر حال از لحاظ
محتوایی تکلیفش روشن در میان اهالی موسیقی، مخاطبین موسیقی جدیتر و اینها. به نظر من اینا رو بهتر باهاش شوخی نکنن دوستان و یه مقدار احترام بیشتری برای خودشون و مخاطبینشون قائل بشن.